اینک دردی مزید بر دیگر دردها، پیکر آسیب دیده و مصیبت کشیده میهن و هم میهن را همچون خوره ای از درون می جود. درد اعتیاد. و تو برادر و خواهری که در تارهای تنیده در گرداگردت گرفتار آمده و دست و پا می زنی، برخیز، زیرا که جامعه تو، ایران تو به تو نیاز دارد، به سازندگیت و به دستهای توانایی. ستاره با تو قهره، نه به گردنت یه توقه، قفل احساس قدیمی وا میشه وقتی که ماشیم، وقتشه وقت پریدن، حیف ما با هم نباشیم، حیف ما با هم نباشیم، حیف ما با هم نباشیم.
خب امیدوارم از این کارها بیشتر بشه. یعنی نه موضوع معتادین، شاید این، من خیال میکنم که بسیاری از جوانهایی در داخل ایران هستن که به این کار بسیار علاقه مندن و بسیار با استعدادن و شاید در داخل ایران نمیتونن عرضه کنن. بله. خب فیلمی رو که آقای قبادی ساختن به نام کسی از گربه های ایرانی خبر نداره، شنیدین که در بسیاری از فستیوال های جایزه گرفته و داستانش عبارت از یک گروه موسیقی زیرزمینی ایرانه که میخوان موسیقی خودشون و ویدیوهای خودشون رو داشته باشن، متأسفانه نمیتونه و دارن میان و این فیلم الان در فرانسه اکران شده و الان به زودی به آمریکا میاد که اکران میشه و بسیاری از فستیوال ها، فستیوال کن، فستیوال ونیز، اینها جایزه دادن به این فیلم و جوانای بازی کردن که موسیقی دانن، 100% یعنی خودشون موسیقی دان هستن و اینو بازی کردن و توی همین فیلم هم یه تیکای رپ هست از که ایرانی ها خوندن اینا. به هر حال این ارتباطی رو که شما برقرار کردین خیال میکنم ارتباط بسیار خوبیه. خب بیایم سر کوشش های دیگر شما. من یادمه که وقتی که آمدم به آمریکا دیدم که شما یک ترانه به زبان انگلیسی خونده بودین. خیلی وقت پیشه، چند سال پیشه، خیلی سال پیشه، بله خیلی سال پیشه. حالا شنیدم که به زبان ارمنی هم دوتا آهنگ خوندین. من اصولا دوست دارم که به زبانهای مختلف، دلم میخواست حتی این زبانها رو میتونستم صحبت بکنم ولی خب دیگه اون خیلی سخته، ولی دوست دارم که به اصطلاح چلنج کنم خودم و به زبانهای مختلف سعی کنم بخونم. به زبان کردی هم خوندم و این باعث شد چقدر من طرفداران کرد زبان پیدا کردم. در این آلبوم بله به درخواست دوستان ارامنه دو تا آهنگ به صورت مدلی به زبان ارمنی اجرا کردیم. دو تا آهنگ به اصطلاح فولکلور قدیمی ارمنی است که یکیش عاشقانه آرومه و بعد اون یکی باز عاشقانه است ولی ریتم داره و امیدوارم که مورد توجه دوستان ارامنه قرار بگیره. خب در موقع خودش نگاه هم میکنیم. صحبت از کردی کردید. من خیال میکنم شکیلا خانم موسیقی کردستان یکی از زیباترین موسیقی های جهانه. من با شما موافقم. بله. ریتم زیبایی که دارن، یعنی ریتمشون ریتم خودشونه. بله. و من خیال میکنم که کردها، چه کردهای ما چه کردهایی که در مجاور ایران هستن، موسیقی، رقص و هنر براشون بسیار با اهمیت، با ارزشه. بعضی سازهاشون رو اصلا مقدس میدونن و علاقمند هستن و قسمتی از واقعا آدم وقتی که به ایران فکر میکنه میبینه که از در هر گوشش یک نوع هنر ویژه است. من فکر میکنم که آذربایجان موسیقی بسیار زیبا و قوی داره، کردها استثنائیان. من شیرازی هستم، موسیقی های شیرازی، محلی شیرازی، محلی خراسانی، حرف نداره محلی خراسانی. شما رو کارهای محلی هم کار کردیم؟ اتفاقا من خراسانی، همون نوایی که بله 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 نوایی رو یادم. بله. بعد شیرازی هم یکی از کارهای آقای پازوکیست که به من دادن، اون بیار ما ایم تقریبا جان بخش. بله. استاد جان.